هلو گایز، به قسمت 18 همه بیوگرافی با کریتیو رادیو خوش اومدید. این قسمت یه گروه خیلی خفن و خیلی هیت رو داریم. همه اکثرا این گروه رو میشناسن، ولی میخوام یه معرفی کامل تری بهتون بگم. امیدوارم که لذت ببرید. فقط یاد نره که ما رو حمایت کنید دوست من. You are now about to witness the strength of street knowledge. خب دوستان، قسمت های از ویدیو گروه NWA رو مشاهده کردید. اسم این آهنگ Straight Outta Compton هستش. میتونید از لینک های استریمی که توی این ویدیو قرار میدم این آهنگ رو بشنوید. خب قبل از اینکه بخوام بیوگرافی افراد توی این گروه رو و خصوصیاتشون رو بهتون معرفی کنم، یه کلیت راجع به این گروه بهتون میگم. و دلیل محبوبیت این گروه به این دلیل هستش که این گروه اشارات صریحی به زندگی گروهی، مواد مخدر، رابطه جنسی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان به شدت معروف و محبوبه، چون بی پرده صحبت میکرده در اون زمان. شما فکر کنید که یه سبکی که هنوز جا نیفتاده و هنوز عمومیتش ثابت نشده، اینها میان یه سبکی که خیلی تند و تیز هستش و به دولت سمت و سوق داده میشه رو و به پلیس آمریکا سمت و سوق داده میشه رو جا میندازن و به محبوبیت و شهرت زیادی توی سالهای خیلی کمی دست پیدا میکنن. خب اعضای این گروه و بنیانگذار این گروه به اسم ایزی ای، به نام اریک راگد، زاده 7 سپتامبر 1946 در کامپتن کالیفرنیا و وفات این خواننده در سال 26 مارس 1995 هستش به دلیل آسم، ولی آسم ناشی از HIV، به دلیل روابط متعددی که ایشون با زنهای به اصطلاح بدکار داشته دوچار میشه و در سال 1995 فوت میکنه. اینو اینجا داشته باشید تا من ادامه افرادو بهتون بگم. دکتر دره با نام آندرو یانگ، زاده 18 فوریه 1965 کامپتن کالیفرنیا به دنیا اومده و آیس کیوب که خیلی هم معروف و محبوبه و فیلم های خیلی متعددی بازی کرده این خواننده، به اسم اوشی جکسون هستش، زاده 15 ژوئن 1969 در لس آنجلس کالیفرنیا به دنیا اومده و ام سی رن، یک فردی که تو گروهشونه، خوردم سفید پوست، سعی دقت کنید توی عکس ها متوجه میشید که کیو میگم. اسم حقیقی ام سی رن لورنزو پترسون هستش، زاده 14 ژوئن 1969 در کامپتن کالیفرنیا و دیجی یلا به اسم آنتوان کارابی، زاده 11 دسامبر 1961 در کامپتن کالیفرنیا هستش. البته اعضای دیگه هم بعداً به این گروه اضافه شدن به اسم عربیان پرنس و همون پرنسس عربی که اسم واقعی این خواننده کیم نازل هستش، زاده 17 ژوئن 1965 در اینگل وود کالیفرنیا و دی او سی به نام تریسی کوری، زاده 10 ژوئن 1968 در دالاس تگزاس بود. البته که فعالیت زیادی نداشتم، ولی خب گفتم که بگم. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice
the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. دوستانی که فیلم سینمایی این گروه رو مشاهده کردن میدونن که در ابتدا شعرهای این گروه رو آیس کیوب مینوشته و بعدن که به اصطلاح این گروه را میفته و معروف میشه به صورت شخصی شعراشون رو مینویسن. البته اینم بگم که عمده فعالیت این گروه از سال 1986 تا 1995 بوده، ولی در سال 1989 آیس کیوب این گروه رو ترک میکنه به دلیل اختلافات داخلی و اینکه احساس میکرده دستمزد مناسبی دریافت نمیکنه و با هلر مدیر گروهشون به اختلاف میخوره و این گروه رو ترک میکنه و این گروه رو حتی دیست، در حدی که آیس کیوب هلر رو در چند آهنگ مختلف بهش توهین میکنه و بسیار مشکل ساز میشه این توی گروه NWA. با اینکه در سال 1990 این موضوع خارج از دادگاه حل و فصل میشه که میتونید این رو توی فیلم سینمایی کامپتن به وضوح مشاهده کنید بچه ها. این اتفاق جزو نادرترین اتفاقاییه که یک خواننده گروهی که خودش در اون فعالیت داشته رو دیس میکنه. میتونید توی یوتیوب بزنید دیس NWA و همین آهنگی هم که دارید گوش میکنید به شدت معروف شد، چون که محکوم شدن و پلیس اونها رو گرفت به خاطر انتشار این آهنگ. اسم این آهنگ Fuck the Police هستش و فوق‌العاده این آهنگ اون زمان ترکون، چون که سیاه‌پوستا متنفر بودن از فرقی که سفیدپوستای آمریکایی که پلیس بودن به سیاه‌پوستا می‌گذاشتن و آزار و اذیتی که اونا می‌کردن و تبعیض نژادی که اونها به اصطلاح اعمال می‌کردن به سیاه‌پوستا. نامه ارسال کرد و یه هشداری داد که رفتار شما و آهنگی که داشتید تحریک‌آمیز بوده برای مردم و یه هشدار خیلی جدی که اگر این دوباره تکرار بشه اونها رو به حبس محکوم میکنن و دیگه اون هم بسنده کردن به همین آلبوم، چون که کافی بود واقعا برای اینکه تحولی ایجاد بشه توی هیپ هاپ آمریکا و اون تبعیض نژادی که به اصطلاح میذاشتن، با اینکه خب هنوز ادامه داره ولی خب خیلی چشمگیر شد و کل جهان به اصطلاح در اون زمان این آهنگو گوش کردن و باش همدردی کردن. ممکن اصلا همین اختاری که FBI داده باشه فروشش رو در سال 1989 به 750,000 نسخه رسونده باشه بچه ها. در کل در سال 1992 این گروه بخوام خیلی سریع بگم از هم میپاشه و به دلیل نارضایتی که آهنگسازا از کمپانیای راچلس ریکورد داشتن و اون زمان دکتر دره و دی او سی راچلس ریکورد رو ترک میکنن و به کمپانی دترو رکوردز به اصطلاح قراردادی با اون کمپانی می نویسن، ولی خب به اصطلاح پایان NWA در سال 1992 میشه گفت بود. با اینکه هر از گاهی با هم همکاری داشتن و ترک می دادن، ولی خب دیگه اون صمیمیت و اون گروهی کار کردن از بین رفته بود و اونها به صورت انفرادی کار میکردن، چون دیگه شهرت خودشون رو به اصطلاح به دست آورده بودن و کسانی که در اون زمان خیلی به چشم اومدن و یه جورای خودشون رو در NWA کشیدن بالا و معروف کردن دکتر دره و آیس کیوب بود. در اون زمان ایزی و دکتر دره به اصطلاح
در اون گروه مونده بود که پس از مرگ ایزی ای که ناشی از ایز بود در سال 26 مارس 1995 این گروه کلن منحل میشه، گرچه اسم این گروه در تالار مشاهیر راکن رول ثبت شده. دوستان امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.